خب بچه ها این شد، البته این دو اون پشته و من میخوام امروز دیگه واقعا براش بالش رو طراحی کنم. نرم افزار بری ببینی چه اتفاقی میفته. بالا رو میخوام طراحی کنم یه بشه از همون پایه‌های بال قبلی‌ها استفاده کنیم که بتونیم بسازیمش و نصبش کنیم روی ماشین، خیلی عالی میشه. و اینکه ویدیو رو لایکش کن. بیا بگم اون پایه قبلی‌ها چی بودن داستانش. این پایه مخصوص 206 بال آیرودینامیکش که کلا زمانی داشتیم و منقرض شد. اینجا میخوره میره داخل بعد بالوش میشینه. اگه بتونم از این استفاده کنم برای نگه داشتن اون بال گنده خیلی عالی میشه. دیگه نمیخوام از اینا طراحی کنم، داریم یه دقیقه میذاریم میمونیم روش. بچه‌ها اینا فایل های 206 های تیپ 2 هستن، البته اون وسطی RCه، ولی خب بذار باز کنیم بریم دنبال کار. بچه‌ها اون پشت اون آتیش زدن چیکار کردن؟ اونم 206 که قراره کیت بدنه بخوره و بالشو میخوام طراحی کنم. ببین نقشه‌شو در بیارم یه روزه بالشو برات تحویل میدم. میام دفتر ماست. چون این چیز حدودیه که من براش طراحی کردم، البته دو تا گلیر و اینا هم داره، ولی در کل الان میخوام بالشو دیگه واقعا طراحی کنم، نقشه‌شو بگیرم. این چیز حدودیه، خب باید اینجوری طراحیش کنم که بشه ساختش. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. تو اولین کاری که باید بکنم این پایه رو بردارم بیارم فنش کنم داخل اینجا و قطعه وات چقدر گنده است. نسبت این 206 خیلی کوچیکه، برای اینکه فایلش سنگین نباشه نسبت به کوچیک میاره. حالا ما باید کاری که بکنیم اینو کوچولو کنیم بذاریمش روی اینجا نسبتش اوکی بشه. کاری که باید انجام بدیم که نسبت اینو الان به دست بیاریم که چقدر کوچولوه. من نمیدونم چقدر کوچیکه. یه اندازه از این اومد بگیریم، یه اندازه با اون ماشینه بگیریم و اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم نسبتش با هم دست بیاد. برای اینکه راحت باشه قطر رینگو گرفتم 14 میلی متر و ریزش هم مهمه. بریم برای ماشین اصلیمون بگیریم. مترم کو بزنیم بغل یه چایی بخوریم. 390 میلی متر دقیق. البته خیلی باید حواسمون باشه که اشتباه ننویسیم. بچه ها نسبتشو من وارد کردم و به دست آوردم و اینجا اعمالش هم کردم. این الان اوکی شد. ولی بحثی که هست دو تا بحث هست. اینی که کلن دفتر عوض شد. ببین من چقدر که دارم ویدیو رو میگیرم که چقدر درگیر بودم. دفتر من کلن عوض شد. و بحث دوم الان که دارم ویدیو رو میگیرم اصلا اینترنت تو کشور وجود نداره. ولی خب ما میگیریم چیکار کنیم دیگه؟ بریم ادامه داستان. اینو باید بذاریم روش. بعدا اینجا میتونیم دیگه جاهاشو در بیاریم که کجا باید پیچ بشه، یه همچین نمایی باید به ما بده. البته خیلی حرفه‌ای تر. فکر نکنی اینجا دارم از رنج و تلاشی که میکشم فیلم میگیرم، ندارم بادم زمینی میخورم. تو در نهایت این شد اون چیزی که من میخواستم تو ذهنم بود در اومد تقریبا. فقط باید مکانیکشو در بیاریم و نقشه‌هاش و روند تولیدش و اینکه چه جوری به اینا فیکس بشه جاهاش در بیاد و جور صحبت‌ها. اینو من احتمالاً زودتر بسازم، یعنی این بهتر من میسازم بالشو بعد میریم روی گلگیر جلو و بعد گلگیر عقب مجدد به نظرم باید طراحی بشه. ولی فعلا الان پست اینه که ما اینو نقشه‌هاشو بگیریم مو بسازیمش. برش خورده ای 206 تا حالا دیده بودی؟ دستیشو نگاه کن. 206 تی پی دو کلا طراحی حدودیش کامل شد. کسایی که میخوان از این روش استفاده کنن و این بال رو تولید کنن حتما تا آخر ویدیو نگاه کنن، چون ما خواهیم چند نکته بگم. ور نداری این علکی از روی کارهایی که من میکنم کپی کنی بعد به مشکل بخوری در آینده. اینو من میخوام بسازم. الان نقشه ازش میگیرم. نقشه گیریشو که بچهای دوره میدونن که توی دیسکریپشن گفتم کجا دوره برگزار میشه. من برای اینکه بال بسازم نسبتشو بزرگ کردم تا به اندازه ماشین بیاد و این عددیه که طول بال به ما داده 113. بریم بگیریم ببینیم درسته. بچه‌ها متر آوردم اندازه‌شم نوشتم که وقت اشتباه نسازیم. 11 تا طول باله من پیدا یا نه میبینی که به نسبت منطقیه و عدد درستیه، چون نسبتشو من بزرگ کردم. باید تست کنم یه وقت اشتباه نباشه. و 250 میلی متر عرضشه که همون 25 سانت خودمونه. خب اینم 25 تاست، انقدر میشه بودن به نسبت اوکیه، چون ما این نسبتاشو جابجا کردی. یه عدد بالا پایین کنی اشتباه میشه. بعد میری میسازن میبینی یا کوچولو در میاد یا خیلی بزرگ در میاد. به نظر که درست سالو میشه. امروز کلا درگیرش بود. تعطیل امروز سرعت مکزیکی بزن. رنگی رنگی هایی که میبینی نقشه هاش هستن. حالا ما باید اینا دونه دونه بگیریم و لیزر کنیم و مونتاژ کنیم. هم اومدم به گلای دمه در آب بدم، همین که این قطعه ای که مال 26 رو ببرم روش نصب کنم، اندازه هاشو در بیارم توی مدل لیزری یا سوراخاشو در بیارم. گلایی شد که آب دادیم و اینم قطعاتی که آوردم. برای دوستانی که نمیدونن داستان اون دفتر چی، من تولید کننده بال عقب مهندسی توی ایران بودم. یه عالمه ویدیو در مورد بالا دارم، این بالا میاد بزنم روش برو ببین. پایا سر جاشونه. اوکی باید سنتر به سنتر اونو بگیریم که دقیق در بیاد و جای سوراخاشو بزنه. بالای قشنگ میشینه روی این. چه سوراخای زیرم در اومدن، جایی که قرار پیچ بشه به این پایا هم در اومدن. وزنی که زده روی 12 کیلو 80 گرمه که در نهایت میبینی 13 و نیم 14 کیلو در میاد که اصلا منطقی نیست، ولی خب چاره ای نداریم. البته به نسبت منطقی هست، یه دونه بال این وزن میتونه داشته باشه. چای مسالا. فلش رو به کامپیوتر وصل کردم و این نقشه‌ای شد که من گرفتم که الان میریزمشون توی فلش و بریم که بسازیم. از اونجایی که من پوستم تو تولید کنده شده، هم کولیس آوردم هم لپتاپ هم موس. اگه مشکل خورد همونجا درستش کنم. تخت گاز میرویم، به کارگاه ها میرویم. این بال اکونومی که 206 بود که من تولید کردم حدود 2000 تا ازش تو کشور هست و دقیقاً این بال جدید رو پلتفرم همین باله. خب اونجا جایی که دستگاه پلاسما دارم برای برش. قربون داخل خیلی ممنونم.
بنویسیشه عزیز، خودت باید بال خودتو ورق بال خودتو بیاری. باید چون اینجوری شد یه یادم افتاد که چجوری باید ورق بود. ورق این شکلی باید با ماشین باش بک ببرید و این هم فاکتوره 257,000 نیاز برم. خب بچه این نقشه ها شده چیدمانه شد. خب این هم دسته پلاسما، این هم ورقه. بچه ها از این برشش هم شد 200,000 تومان. بعد در بانک نگاه کن چی کاشتن، شاید بانک به این بالی تا حالا دیده بودید. خب بچه اینجا کابین سازی دستگاه خم دارم، نقطه جوش با نقطه جوش میام الان نقطهش میکنم. خب بچه وسیله که خواستم اومدم خونه برداشتم و شما امروز شاهد معجزه این ورقا خواهید بود. این چند تا ورق چه چیز خفنی به ما میده، بریم با هم دیگه داشته باشیم. خب بچه ها فعلا این میز کار منه، شاید نقشه خونی یکم سخت باشه ولی خب خودم میدونم این قطعات باید با دو وسیله نقطه جوش نقطه بشن اتوماتیک شکلی که من میخوام به دست میاد. بچه اینایی که من اینجا چیدم به موقعش میفهمید که چیه. دست بخوام یه خم ریزی من به اینا میدم، رتایی که به کارم میشه. خب بچه بیس کار در اومد، اگه نگاه کنی این زیر کاره، این چه خوشگل در اومد. از داخل دارم از قطعه اینا استفاده میکنم، نقطه جوش میکنم، میام این نقطه جوشه برای کابینت استفاده میکنه و بدنه ماشینم ازش درست میکنن. از این روش دارم استفاده میکنم، اوتوماتیک فرم خودشو میگیره. اگه نگاه کنید هلال زیرش داره در میاد. بریم برای بقیه کار. یه همچین قطعه ما ساختیم، الان میریم برای نصب. دقیقاً همینجوری داشتم دونه دونه نقطه جوش میکردم و میساختمش. خب بچه‌ها نقطه جوش کردم و شکم کارو بهمون دادین زیر کاره. حالا قسمت اینجاشو باید بزنم و اون روبیه بیاد روش. دو تا قطعه مسی داریم. اگه این بین دو تا ورق رو بذاری و اهرمشو بیاری پایین، جریان برق بین این دو تا نقطه عبور میکنه و اون نقطه خیلی داغ میشه و جوش میخوره. بچه این شد، این تا اینجا یه چند تا قطعه اینجایی مونده و قطعه روش میاد و تمام. خب بچه این هم از این گوشه کار. خب ولی پشتش رو نگاه کنیم در تمیز، بریم اون یکی گوشه رو بزنم. خم کردن این هم خوبتون بگم چجوریه. بیم مثلا اینو باید بذاریم اینجا، خب این قطعه اینجاست، این وری باید خم بشه. اینجوریش میکنی خم میشه، همین ساده. من یه دستی هم نمیتونم رگا رو. اوه خب بچه دوتا شاسی هم داخلش خورد برای استحکام بیشتر. پشتش باید نگرده بیا بچه. این شد، البته بودی گذاشتیمش تا جاش در بیاد، باید میزونش کنیم و اینا باید جوش بخوره و تموم بشه. یه دونه نئونی توی اینجا میخوره و این شد رخ کار. حالا کردید ناموسن یا نه؟ فقط اینجا رو من یادم رفت از این لبا بزنم، داریم با جوش میبندیمش. خب بچه این باله شد، بعد این باید این لباش بریده بشه، پرداخت بشه و این چیزی که از توش در اومد دقیقا اون چیزی که توی نرم افزار بود و زیر پرچ بشه. شیرادور شدم. هزینه که تو اعلان کردم حدود 400,000 تومان بود. خیلی طول کشید. چرا نه طولم نکشید، کلا 2 ساعت طول کشید تولیدش. وزنش هم اوکی بود ولی حتما وزنش میکنم که ببینم چقدر تفاوت داشت با اون چیزی که از نرم افزار در اومد. صندوق اون بازه. خب بچه‌ها این شد، البته این جاشو میشه تغییر داد، میشه اوردش عقب و جلوش کرد ولی خب در کلی چیزیه که الان به اینجا رسیده و حدودی من نگهش داشتم. چراغ منو بخوره رنگش اوکی بشه، خیلی همخونی داره به بدنه، البته زمانی که دیفیوزر مفیوزر اینا هم بیا روش. ولی خب در کل یه همچین روخی داره، یک مقدار میشه گفت جنبه آیرودینامیک که خودشو داره. شما نمیدونم اسه چیه ولی من انقدر باله درست کردم و انقدر نصب کردم که هیچ ذوقی نداشتم وقتی این باله رفت رو ماشین. بیشتر ذوق کیت بدنه رو دارم و لیپ جلو عقب، دیفیوزر حرفه‌ای عقب تو برنامه منتها باید از این برنامه‌ها استقبال بشه، ویو خوب بخوره که مثلا من برم انگیزه داشته باشم بقیه‌شو بسازم. سر اونم که بهتون گفتم تا آخر این ویدیو بیاد این روش به درد نمیخوره، یهو هوا براتون نداره که مثلا بگی اوه عجب روشی، عجب حرکتی زد، ما هم بیایم مثلا نقشه کشی رو یاد بگیریم و بیایم همین بالی درست کنیم. این به درد تیراژ اصلا نمیخوره این روش. خب ساختش خیلی سخته، خیلی دردسر داره و هیچ کدومشون مثلا هم درد نمیان، مثلا نمیتونید تیراژش کنید، ولی مثلا یه دونه بسازی بفروشید، این یه دونه هم با اون دونه بعدی خیلی متفاوته و خیلی دردسر داره. برای تیراژ کردن این روش‌های خیلی بهتری هست و خیلی ساده‌تر که دستگاه میاد پایین یه دونه درست می‌کنه، همینا دقیقاً. ولی این روشی که من انجام دادم برای یه سری چیزای کاستوم دستساز خیلی کارآمده و خیلی راحت میتونید درستش کنید. البته برای مثلا ما یا شمایی که فنی و مثلا نقشه کشی و بلدی و حالا ابزار رو داری و تجربهشو داری. خب بچه‌ها در نهایت دیدید که یه بالی که توی کامپیوتر چقدر آسون میشه تولیدش کرد. خب یه چند نکته میگم در رابطه با اینا که میبینید اینجا، اینا رو گفتم بریده میشه، داخل اینا بتونه میخوره، توش نئون میخوره، اینجا هم همینجور کامل پرداخت میشه، اضافی ها بریده میشن و این طرف هم همینجور در کل این سنباده میخوره، بتونه میخوره، صاف و صوف میشه که اینا رو هم خودم انجام میدم، ویدیوشو براتون میذارم. ولی در کل به همین سادگی میشه ساخت، البته اگه تخصص داشته باشی و رنگش هم نمیدونم چه رنگی کنم ولی خب پرداخت که شد حتما نتیجه میگیریم و اینم از این